درود مجدد خدمت شما عزیزان فصل 16 کتاب مکاشفه رو با هم به پایان رسوندیم پیش از این که وارد فصل 17 بخوایم بشیم با توجه به اینکه محتوای زیادی رو تا اینجا بررسی کردیم مخصوصا در دو سه فصل گذشته و زیاد بود راجب داوری اطلاعات زیاد بود میخوام پیش از اینکه فصل 17 رو با هم شروع بکنیم چند نکته رو دوباره بگم و یادآوری بکنم در رابطه با این آیاتی که از فصل 15 تا انتهای 16 بر این دو فصل گذشته مطالعه کرد اولین موضوع این هست که داوری خدا کامل خواهد بود پس به یاد بیارید فصل 15 آیه یک رو داوری خدا کامل خواهد بود هیچ کس در داوری خدا از قلم نخواهد افتاد این یک حقیقتی است که کتاب مکاشفه به ما یادآوری میکنه هیچ کسی که امروز ضد خدا هست ضد کلیسا هست ضد مسیح و مسیحیان هست از قلم نخواهد افتاد در داوری کاملا عادلانه و بر حق خدا تمامی گناهان داوری خواهند شد میخوام با هم یه آیه رو بخونیم از رومیان فصل دو ببینیم که این آیه چی میگه رومیان فصل دو در حقیقت راجب به داوری عادلانه خدا صحبت میکنه تشویقتون میکنم کل این فصل رو مطالعه کنید اما مخصوصا من میخوام این آیه پنج رو بخونم اما تو به سبب سرسختی و دل ناتوب کارت غضب را نسبت به خود برای روز غضب میاندوزی روزی که در آن داوری عادلانه خدا آشکار خواهد شد غضب را برای روز غضب میاندیزی به این جهت هست که جهان نیاز به یک نجات دهنده داره متاسفانه تعالیمی شنیده میشه گاهن حتی در کلیسا و در جمع ایمانداران تصویری که در این تعالیم دیده میشه این هست که انسان به خودی خود بد نیست مشکلی نداره انسان طالب خداست جویای خداست عاشق خداست فقط راه رو داره اشتباه میره از یک مسیر اشتباهی داره به سمت خدا میره در صورت که کلام خدا واقعیتش این هست که این رو تعلیم نمیده کلام خدا میگه تمامی دل مریضه همه انسان ها گناه کردن همین رو حتی ما میتونیم در باغ عدن مشاهده کنیم آیا وقتی که گناه رو آدم و حوا انجام دادن خدا بود که اونها رو از خودش دور کرد و یا آدم و هوا بودن که تصمیم گرفتن از خدا پنهان بشن در حقیقت در کتاب پیدایش میبینیم که خدا بود که پیش آدم و هوا اومد حتی بعد از گناه در جستجوی اونها اومد در انجیل لوقا فصل 19 آیه 10 در داستان زکای خراجگیر اینطور میگه زیرا پسر انسان آمده تا گم شده را بجوید و نجات بخشد هیچ جای کتاب مقدس به ما این تصویر مدرنی که امروز به ما گفته میشه که نه انسان واقعا سقوط اخلاقی بدی نکرده انسان ها بدون مسیح هم جویای خدا هستند خیر این حقیقت نداره از همون ابتدایی ترین ساعت بعد از گناه این انسان بود که تصمیم گرفت از خدا دور بشه این انسان بود که خودش رو مخفی کرد و این خدا بود که به جستجوی انسان پرداخت دنبال انسان دوید در کل عهد عتیق خدا داره این کار رو انجام میده توسط انبیا 600 سال اختار رو ما میبینیم 600 سال دعوت به توبه رو میبینیم چرا؟ چون این خداست که به دنبال انسان گم شده و سقوط کرده میره انسان تنها کاری که میکنه به خاطر دل ناتوبکار و سختی که داره که به واسطه گناه اینطور شده غضب رو برای روز غضب میاندوزه پیاله خشم خدا رو لبریز میکنه و اگر به مسیح ایمان نداشته باشیم این پیاله رو مسیح بر روی صلیب تا به انتها و تا آخرین قطره سر نکشیده باشه به نیابت ما در جایگزینی ما خود ما روز غضب تمام حسابمون رو به خدا پس خواهیم خیلی جالبه این حالت حساب ما در کتاب مقدس دیده میشه مثلا کلام خدا میگه ابراهیم به خدا ایمان آورد و این برای او پارسایی محسوب شد به نوعی زبانی که استفاده میشه که به حساب ابراهیم واریز شد خودش نداشت به حساب او گماشته شد قرار داده شد گذاشته شد پس ما میتونیم این مثل رو در نظر بگیریم هر انسانی یک حسابی داره مثل یک حساب بانکی یا اون حساب از اعمال خودمون پر هست که بر طبق رومیان فصل دو مخصنهای 5 تمام چیزی که در طول زندگی انسان بدون خدا بدون مسیح در این حساب ذخیره میکنه غضب برای روز داوری خدا و روز غضب خداست و یا اینکه میتونیم به مسیح ایمان بیاریم و اجازه بدیم حساب ما با اعمال مسیح و با عمل مسیح پر بشه نه با اعمال ما عمل انسان غضب رو برای روز غضب انباشته میکنه عمل مسیح فیض پارسایی و عدالت رو در حساب ما قرار میده پس این نکته ای بود که میخواستم دوباره خدمت شما بگم و یادآوری کنم داوری خدا کامل خواهد بود و چون این داوری کامل هست نیاز به این نجات دهنده به شدت جدی دیده میشه دومین موضوع داوری خدا صحیح و حقه فصل 15 حیات دو تا چهار رو وقتی که مطالعه میکنیم درباره سرود موسا و سرود بره کاملا درسته خدا حق داره که داوری بکنه در تمام تاریخ انسان خدا اختار داده بود در فقط عهد عتیق 600 سال حداقل تاریخ هست از انبیا که اومدن و اختار دادن درباره این داوری داوری خدا نتیجه قدوسیت اوست فصل 16 آیه 5 رو مطالعه کنید قدوسیت خدا در حقیقت باعث این داوری میشه جلال خدا نتیجه این داوری میشه دلیل داوری قدوسیت خداست نتیجه داوری جلال خداست بله درست شنیدید داوری خدا باعث جلال او خواهد شد من و شما در حقیقت کل انسان ها هر انسانی به دو روش و تنها به دو روش میتونه خدا رو جلال بده جالبه که بدونید غیر ایمانداران هم خدا رو روزی جلال خواهند داد من و شما که ایماندار هستی با توبه خدا رو جلال میدیم توبه میکنیم و زندگی که بعد از توبه داریم تلاش میکنیم که برای جلال خدا باشه و به فیض و قدرت روح القدس در این زندگی موفق خواهیم بود دومین روش که هر انسانی که در مسیح نیست به اون روش خدا رو جلال خواهد داد درست شنیدید حتی گناهکاران حتی دشمنان خدا خدا رو جلال خواهند داد داوری خداست در نهایت خدا جلال خواهد داد فلیپیان فصل دو رو دوباره به یاد بیارید آیات 5 تا 12 خدا نامی را به دو بخشید تا به نام او هر زانوی خم شود هر زبانی اعتراف کند که او خداونده ولی اون زبانی که اون روز آخر اعتراف میکنه به خداوندی او باعث نجاتش نمیشه به خاطر داوریه اینجا میبینیم در همین آیاتی که خوندیم در فصل 16 مخصوصا مردم میدونستن از شدت این گرما که خدا اختیار این رو داره ولی به اون ناسزا میگفتن در ادامه در آیه 11 از فصل 16 مردم توبه نمیکردند و به خاطر جراحات خودشون خدا رو ناسزا میگفتن داوری خدا باعث شناخته شدن او و جلال او خواهد شد سوال این هست که ما جزو کدوم گروه هستیم یا میاد سبک ادبی مکاشفه سیاه سفید هیچ خاکستری وجود نداره آیا با توبه و زندگی پر از توبه و آمرزش گناهان هست که خدا رو جلال میدیم و یا داوری کتاب مکاشفه ما رو به تصمیم گیری وامی داره ما جزو کدوم گروه هستیم داوری خدا نکته بعد این هست که بدون هیچ رحم و شفقتی خواهد بود خدا تا زمانی که این جمله کار تمام است رو نگفته تا پیش از این هفت پیاله غضب خدا تا پیش از فصل 15 آیه یک که این بلایا بلایای نهایی خواهد بود زیرا که خشم خدا کامل میشه تا پیش از این دائما با رحمت با فیض زمان داده اختار داده هشدار داده برای بازگشت و توبه و رهایی از روز غضب خدا و داوری هولناک او اما در این لحظه هیچ زمان دیگری وجود نخواهد داشت اگر به یاد داشته باشید در فصل 16 در آیه 5 تو که هستی و ای دیگر خواهی آمدی نخواهد بود چون که او آمده زمان به کمال رسیده پایان فرا رسیده داوری خدا به شکل کامل اجرا خواهد شد و هیچ رحمی در اون نخواهد بود فصل چهارده رو به یاد بیارید آیه ده شراب خشم خدا پرمایه و خالص ریخته خواهد شد آیا داوری خدا هم نشان دهنده محبت اوست؟ این سوالی که باید به اون جواب بدیم انقدر ما خدا رو خدای محبت جلوه دادیم و راجبی صحبت کردیم که گاهی وقتی این آیات رو در کتاب مقدس مخصوصا در کتاب مکاشفه مطالعه میکنیم دوچار دوگانگی میشیم از لحاظ فکری واقعیت اینه که سختترین عبارات درباره نابودی، هلاکت و داوری از دهان عیسی خدای محبت جاری شده جلوتر راجب اونها به شما خواهم گفت چرا خدا 600 سال در عهد عتیق از طریق انبیا مردم رو اختار داد چرا وقتی عهد عتیق رو مطالعه میکنیم انقدر پر از تهدیده واقعیت اینه که پر از تهدید عهد اگر توبه نکنی اگر بازگشت نکنی چرا این هست این هم نشانه محبت خداست برای اینکه این موضوع برای من و شما ملموستر بشه میخوام یک داستانی رو که از همون کودکی باش آشنا میشیم رو به یادتون بیارم داستان زیبای دهقان فداکار اگر شما شخصی هستید که میبینید یک قطار با کلی سرنشین انسانهای عزیز دوست داشتنی دارن به سمت کشته شدن و از بین رفتن میرن کدوم یک از اینها محبته که به هر شکلی که شده اونها رو اختار بدید و از چیزی که جلوتر انتظار اونها رو میکشه مطلع کنید و یا اینکه اجازه بدید به حال خودشون ادامه بدن و بی تفاوت از کنار اونها عبور کنید خدا بی تفاوت عبور نکرد در این داستان در عهد عتیق در عهد جدید تا زمانی که این پایان فرا میرسه خدا مثل همون دهقان فداکار عمل میکنه واقعا فداکاره پسرش رو اگر در داستان دهقان فداکار تا جایی که من هنوز ذهنم مونده و کهولت سنی که دارم دو چارش میشم اجازه یادآوری به بده فکر میکنم لباسش رو در آورد و به مشعل آتش زد و با اون آتش لوکوموتیو ران رو و قطار رو متوقف کرد در داستان خدا خدا پسرش رو بر سر اون مشعل بر روی صلیب قرار داد در انتها تمام عهد عتیق قوم خدا انبیا هشدار شنیدند دهقان فداکار دائما اونها رو برای ای که انتظارشون رو میکشه هشدار داد تلاش کرد متوقف کنه از رفتن به این مسیر برگردید بازیستید انجام ندید تا زمانی که داوری خدا به شکل کامل انجام بشه خدا دائما این فرصت رو مثل دهقان فداکار میده و از من و شما میخواد که از رفتن به این مسیر صرف نظر کنیم و متوقف بشیم خب نکته بعدی این آیات و این فصل هایی که خوندیم و کتاب مکاشفه یک حقیقت دیگر رو به ما نشون میده رنج موضوعی است که در زندگی ما وجود داره رنج در زندگی ایمانداران هست دوباره تشویقتون میکنم اگر با این موضوع آشنا نیستید بررسی کتاب ایوب رو که در تعالیم فردوسی تقدیم حضور شما کردیم و براتون آماده کردیم رو مطالعه کنید کن. می میتونید در وبسایت ما در کانال های یوتیوب و همینطور شبکه های اجتماعی اینستاگرام فیسبوک تلگرام و حالا کلی طریق دیگه که وجود داره پادکست حتی میتونید به این تعالیم گوش کنید و اونها رو تماشا بکنید که چرا انسان رنج میکشه واقعیت این هست که در زندگی ما حتی در زندگی پارسا شمرده شدگان و ایمانداران رنج وجود داره و کتاب مکاشفه این رو نشون میده اگر کسی باید به اسارت برود برود اگر کسی باید به شمشیر کشته شود کشته شود اما نکته ای که کتاب مکاشفه به شدت روی اون تاکید داره این هست که رنج باعث پاک شدن ما نمیشه این تصویر که اگر من رنج بکشم اگر من جانم را از دست بدم اگر من خیلی جفا ببینم حتما پاکتر هستم بهتر هستم تصویری نیست که کتاب مکاشفه نشان میده رنج ما به ما نشون میده که ما کجا هستیم در این جهان سقوط کرده در زمینی که با شیطان شریک هستیم و دشمنی داریم رنج صرفا به ما نشون میده که ما کجا هستیم اما ما رو از چیزی پاک نمیکنه تنها چیزی که من و شما رو پاک میکنه تنها رنجی که باعث پاک شدن من و شما از گناه میشه رنج پسر خدای عیسی مسیح بر روی صلیب هست و رنج های امروز ما در حقیقت نشان میده که همونطور که دنیا جهان شیطان از پسر خدای عیسی مسیح متنفر بود و او رو مجروح و رنج دیده ساخت من و شما هم در همون فضا زندگی میکنیم نکته بعدی این هست که داوری خدا ناگهانی خواهد بود در تمام عهد عتیق عهد جدید خدا هشدار داد درباره این داوری اما راجع به تاریخ اون که کی اتفاق خواهد افتاد هیچ چیزی نگفته و سکوت اختیار کرده در فصل 16 آیه 15 این رو می‌بینید به هوش باشید چون دزد میام خواهم اومد میام مطمئن باشید اما نمیدونید که چه زمانی میام به این خاطر هست عزیزان که من و شما در کلیسا با هم جمع میشید یکی از مهمترین دلایل جمع شدن من و شما در کلیسا همین هست که ما خودمون رو برای آمدن عیسی مسیح آماده کنیم عروس خودش رو برای داماد آماده نگه داره چون ناگهان خواهد اومد تشویقتون میکنم اول تسالونیکیان فصل 5 آیات یک تا یازده رو برای اینکه این موضوع بیشتر براتون آشکار بشه مطالعه کنید نکته بعدی این هست که داوری خدا وحشتناک خواهد بود زیبا نخواهد بود آرام بخش نخواهد بود دوست داشتنی نخواهد بود در فصل 16 آیه 19 میتونیم این رو ببینیم و آیات بعد از اون تگرگ هر کدوم 50 کیلو که حالا سمبولیک هست ولی بزرگی اون ویرانگر بودن اون رو نشون میده داوری خدا ویرانگر خواهد بود داوری خدا بدون رحم خواهد بود داوری خدا وحشتناک بود. هیچ زیبایی در اون وجود نداره نمیشه دیگه اون تصویر بره کوچیک رو دید خدا به شکل عظیم عمل میکنه و این رو باز میتونید شما در دوم تسالونیکیان فصل یک آیات چهار تا ده مطالعه بکنید تشویقتون میکنم مزمور نود رو مطالعه بکنید ارمیا فصل ده رو مطالعه بکنید کتاب ناحوم فصل یک رو مطالعه بکنید نکته دیگری که این متن و این فصل هایی که با هم مطالعه کردیم به ما یادآوری میکنه این هست که در این داوری که بر حق و عادلانه است تنها راه در امان موندن از طریق بره خداست فصل 15 آیه 3 رو دوباره مطالعه بکنید تشویقتون میکنم رومیان فصل 5 رو مطالعه کنید داوری عادلانه خدا مرقس فصل 14 آیه 36 رو مطالعه بکنید یوحنا فصل 18 آیه 11 رو مطالعه بکنید پیغام انجیل این هست ایسا پیاله ای رو که ما باید می نوشیدیم نوشید در باغ جتسیمانی خواست از پدر پدر پر غضب خالص و پرمایه است از من بگذره اما نخواست من بلکه اراده تو کرده شود و اراده پدر خواست پدر این بود که پسر تا آخرین قطره از این پیاله غضب پرمایه و خالص او رو سر بکشه و او سر کشید و این خبر خوش انجیله تنها راه درمان ماندن از نوشیدن این پیاله که تلخ جانسوز و ویرانگر و کشنده است حیاتی است که در عیسی مسیح به من و شما به رایگان بخشیده شده محبت خدا اینجا دیده میشه صلیب عزیزان محل تلاقی و ملاقات عدالت خدا و محبت خداست اگر ما صرفا صلیب رو محبت معرفی میکنیم اشتباه کنیم در صلیب مثل یک ترازو که میزان و موازی هم هستن عدالت کامل خدا برای گناه و گناهکاران و محبت کامل خدا برای گناه و گناهکار هست که اجرا میشه پیاله غذب خدا که عدالت او رو نشون میده داوری او رو بر, بر ضد گناه و گناهکار نشون میده بر روی صلیب کاملا انجام شد و محبت خدا این بود که پسرش رو داد تا هر که این رو بپذیره دیگه اون پیاله رو خودش ننوشه بلکه نوشیدن عیسی به جایگزینی و به جای او کفایت میکنه خب اینجا این جلسه رو به پایان میرسونم و وقتی برگردیم با فصل 17 در خدمت شما خواهم بود